الله الرحمن الرحیم. اینجا نیم قاری محمد ایسا فرزند ناجی قلام محبوب، یک تن از شاگردان دارالفاظ و دارالتجوید سید و حضرت یوسف علیه السلام واقع جاده مطاب می باشد. قلام رسول ایراری هستم، برادر کلان قاری صاحب محمد ایسا. آرزوی پدر و مادر خودم ای بود که برادرم قیری شو یک عالم دین شه. دیگه به توفیق خدایی که به دارالفاظ کردیم الحمدلله به مدت 11 ماه کل قرآن شریف حفظ کرد، بعد از دوره خورم تکمیل کرد، بزی مسابقاتم شرکت کرد که مقام ممتاز کسب کرد. به اذن خداوند متعال به تشویق برادران، پدر و مادر، استادان توانستم قرآن کریم را در مدت 11 ماه در سرپرستی قاری صاحب خیلی روی حفظ کن. بسم الله بختیاری محمد ایسا جان، بچه خاله من میشم، تقریبا به برادر خانوم هم هستم. واقعا من افتخار میکنم به زینا در مدت 11 ماه اینا حافظ قرآن شریف شدم در این سند سال. واقعا هم جای افتخار یک گلگو در جامعه هستم در تمام کشورهای اسلامی، خصوصا در کشور ما که در جنگ و مشکلات واقعا هم افتخار میکنیم بزنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احساس خوشی داریم تمام اعضای فامیل، پدر و مادر، قوما، کلگی حق همسایه، دوست، رفیق، هر کس که میبینه احساس خوشی داریم. زیاد تشویق میکنم دیگه باز بزی خونه بر خونه بخونه که خیری باشه، حافظ قرآن باشه، خیر و برکت و همه چیز است. اینا اعضای فامیل من هستن، به تشویق من بعضی ها یک جزء حفظ کردن و بعضی ها تجوید میخوانن. آمینه برادرزاده من توانست تجوید میخوانه، زینت برادرزاده من تجوید میخوانه، ساغر خوارزاده من به اذن الله توانسته یک جزء را حفظ کنه، سمیه برادرزاده من به اذن الله توانسته یک جزء حفظ کنه، اسنا برادرزاده من به اذن الله توانسته تجوید رو میخونه، مسلمه خواهر من به اذن الله توانسته یک جزء حفظ کنه، ساره خوارزاده من به اذن الله توانسته یک جزء حفظ کنه. وقتی که دیدم ایسا جان به دارالفاظ رفت حفظ کرد، پدر مادر من تشویق شدم، پدر مادر من رفتن گفتن تو هم برو دارالفاظ حفظ کن. فقط من تانستم از یک ماه میشه من جزء اول حفظ کردم. من از به بعد تشویق شدم، ایسا جان هم بر من تشویق که گفت آفرین تو هم برو دارالفاظ یک جزء حفظ کردی، کوشش کن دیگه هم حفظ کنی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم.
از قیری صاحب ما خیلی رزیم از روز که حافظ شده شوخی نمیکنه، نمازا پنج وقت خوب و مسجد میخونه، بچه هم قاید خود تشویق میکنه رو به نماز، درسا برارزادا خوب برارا خورسه گوش میکنه، زحمت و کوشش برسه دین خیلی زیاد بر اینا داره. از اونا پدر و مادر برار همسای همگی از او رزی هستیم که شوخی و اینا نمیکنه. از زمانی که قرآن کریم حفظ کردم طبق سنت زندگی میکنم، اخلاقم نیکو شده و پدر و مادر خود برادرای خود کل قومی خود احترام میگذارم، به چهار تشویق میکنم، به نماز خود من به نماز پنج وقت میرم، به جماعت به چهار به قرآن خوندن تشویق میکنم. مثال واضح هم از قریص محمد یوسف حافظ شش جز قرآن کریم با تجوید قرآن، قریص محمد بلال حافظ دوازده جز قرآن کریم با تجوید قرآن، قریص محمد نو به حفظ شروع کردم روخونی قرآن کریم میخونم، قریص محمد ایوب حافظ ده جز قرآن کریم با تجوید قرآن، قریص محمد موسی حافظ هشت جز قرآن کریم با تجوید قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. واقعا خود من شخصا میگم که اگر این مشکلات نبودی همین حالا میرفتم قرآن شریف یاد میگرفتم حس میکردم، چون خیلی هم دوست دارم. حتی یک فرزند داریم تقریبا سند 4 سالگیه، من همالک به خونه صحبت کردم گفتم که این بعد بگذاریم پیش قری صاحب محمد عیسی جان که یاد بگیره. حتی من هیچی از اینم، فقط قرآن شریف یاد بگیره، چون که افتخار برای تمام ملت افغانستان بودن یک قاری به خونه به یک خانه مفید برای تشویق بودن برای تشویق دیگه اولادا خیلی تاثیر خاصی داره. خیلی آدم احساس خوشی میکنه از اینکه برادر آدم قیریه و زمانی که تلاوت میکنه پنج وقت نماز به مسجد به جماعت میره، تشویقی برای خود آدم برای اطفال خیلی تاثیر خاصی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. مشوق أصلي من پدر و مادرم بودن که من را به دارالفاظ فرستادن که تا توانستم قرآن شریف را از رو بخوانم با تجوید و قرائت، بعدم به حفظ که شروع کردم استادم بسیار من را تشویق کرد، برادر و خواهر من را بسیار تشویق کردم که من به کمک الله متعال توانستم قرآن کریم را در مدت 11 ماه حفظ کنم به تشویق پدر و مادر و استاد و برادران. من خواهر قاری صاحب محمد عیسایم و قاری صاحب محمد عیسا که شروع به حفظ کرد به دال الفاظ، قاری صاحب محمد عیسا مرا تشویق کردن، خودی پدر و مادر من مرا تشویق کردن که من انمی یک قاری بشوم و یک جزم من حفظ کردم. هدف من از حفظ قرآن کریم این بود که خودم قرآن کریم را بیاموزم با حفظ تجوید و قرائت بیاموزم و عامل به قرآن کریم باشم. حالا قرآن کریم لازم است که مرد و زن یاد داشته باشم. بعد توان قرآن کریم کتاب آسمانی است، همین کتاب است، ما دیگر کتاب نداریم که بیاموزیم. قرآن کریم کتابی است که خداوند متعال برای ما فرستاده از طرف حضرت جبرئیل برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که ما قرآن کریم را بیاموزیم، عمل کنیم، تفسیر کنیم قرآن کریم، معنا یاد بگیریم. حتی توان هر کس که میتوانه. هدف من این بود
که قرآن کریم را بیاموزم و به دیگران بیاموزانم. مثال پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی که قرآن کریم را میاموزد و به دیگران میاموزاند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. من خارزاده ایسا جان هستم، قاری صاحب محمد ایسا جان هستم. وقتی که قاری صاحب محمد ایسا جان قرآن شریف حفظ کرد و مرا تشویق کرد، پدر مادرم مرا تشویق کردن و منم آل بدال الفاظ تجوید میخوانم. مسابقاتی بود در مابین کل افغانستان، این در این مسابقات شرکت کردم، به خواست خداوند متعال مقام اول کسب کردم در این مسابقات در کل افغانستان. اولا که ما از این مسابقات خبر نداشتیم، یک روز قاری صاحب زنگ زدم که امی رئیس انجمن خود میایم امرای یک قاری دیگه میایم درباره این مسابقات میگم. ما ششته بودیم، قاری صاحب بیامدم رئیس انجمن گفتم یک مسابقات به کل افغانستان، به اینجی که هر که اول دوم سوم بشه با میبرم به خیر به عربستان سعودی. ما ششته بودیم، بگفتم در این باره با گفتم کسی نیه، قریصه گفتم اونه قریصه محمد ایسا هست، قریصه گفتم یک تلاوت بگو، تلاوت کردم گفتم خوبه، تو گفتم تو کل قرآن شریف حفظ کردی، گفتم بله، گفتم تو هم به این مسابقات شرکت کن. من نام خوب به این مسابقات بدادم، ثبت نام کردم. بعد تقریبا 15 روز بود بیامدم امتحان اول قرص نورزمان شرافت خود جی آقا صاحب نماینده از طرف نورزمان به هرات هم خود رئیس انجمن بیامدم از ما امتحان گرفتم. امتحان اول گفتم خوبی تکرار کنه که با به امتحان دیگه خود جی آقا صاحب امتحان میگیرم. تقریبا بعد 14 روز بعد بود که بیامدم جیغات صاحب زنگ زدم که بیایم به دارالفاظ ما که امتحان میگیریم از تو. برفتیم ما به اونجا از ما امتحان گرفتن، گفتن خوبه آفرین امی بخونک که 15 روز بعد با عرب زنگ میزنه. ما هم بیشتر تلاش کردیم از این دو امتحان، بیشتر تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخوندیم به کمک استادای خود قرآن شریف زیاد خوندیم دیگه. بعد 15 روز بود من به مکتب بودم، زنگ آمده بیامدم برد قدیسه، گفتم بیا که عرب زنگ زده، رخصت من مکتب بگفتم من برفتم. عرب زنگ زده از ما امتحان کرد به اینترنت، از ما امتحان کرده گفته خیلی، گفتم ماشاءالله بارکالله. با بعد یک روز بودک زنگ زدک به می قلص نورزمان شرافت، گفتک توبال اول که شده قلص محمد ایسا شده، بعد این بسته افغانستان 98 نمره برده، گفتک ایر بربستان می بوریم. بعد چند روز زنگ زدم که به کابل امی مفیله، ما هم برفتیم به کابل، مفیله بودک دگه بریم و تقدیر نامه
ما قدر کردم، به منجه به ما تقدیر نامه دادم، به منجه پاسپورت خورم بگرفتیم به کمک الله و دوم به کمک قصی صاحب نظیر احمد عنیفی که اونو بسیار بر ما زحمت کشیده، یکی از عضوهای پارلمان هستم. بعد از چند روز زنگ زدم، ساعت 8 بجه بود زنگ زدم که ساعت 4 بجه پرواز، ساعت 3 بجه پرواز که میریم رو به دوبه. ما هم برفتیم به جنجالا یک تکیت پیدا کردیم، برفتیم به کابل، ساعت 2 بجه برسیدیم به کابل، از اونجا حرکت کردیم رو به میدان هوایی کابل، برفتیم به دوبه، از اونجا برفتیم به جده. با امروز که به جده ساعت 10 بجه برسیدیم، گفتم ساعت 2 بجه مسابقه امتحان دیگه کشورا روز به اول ماه مبارک رمضان، اونا به اونجا به جده بودن، ما به ششم رمضان که پیشینم امتحان ما بود در دیگه را امتحان اینا خلاص شده بود، روز پنجم ما روز ششم پیشین ساعت 2 بجه امتحان ما بودن. ما هم رفتیم از دو گرفتیم نهاز خوب خوندیم برفتیم بسار مسابقه ششتیم، خود به اذن خدا متعال خوب خوندیم ممتاز شدیم. با یک روز دو روز بعد با بر ما تقدیر نامه دادن به پهلوی ای که مار بردن به جده، مار به حج عمره هم رای کردن، حج عمره هم بکردیم، به مدینه شریف هم برفتیم، به ریاض هم برفتیم، مدت 20 روز ما به اونجا بودیم. خیلی خوشحال هستیم از این که قری صاحب این زحمت هایی که ما کشیدیم و خودی کشید قری صاحب اینا کشید به این مسابقات شرکت کردم، حدود 54 کشور بود به این مسابقات شرکت کردم، به عربستان مقام ممتاز کسب کرد و باعث افتخار ما شد و کشور ما شد. تیمورشاه افضلی هستم، برادر دینی حاجی قاری صاحب محمد ایسا جان، فرزند حاجی غلام معبود جان، یکی از قاریان پر افتخار افغانستان ما. ما به نام از اونا افتخار میکنین، واقعا قابل قدرن، یک نو نالی به این دو سال امروز در سطح افغانستان مقام اول گرفتن، در عربستان هم به بین 40-55 کشور مقام ممتاز گرفتن. ما به نام از اینا افتخار میکنیم. متاسفانه که دولت ما در این رس هیچ نگاهی نمیکنه، ما تاسف میخوریم. امروز ایت نونهال یک فرشته امروز مقام اول در افغانستان کسب کرد، مقام ممتاز در بین 55 کشور در کشور عربستان سعودی کسب کرده، اما متاسفانه هیچ تشویقی از دولت نشده برای ازی. ما از دولت خود تقاضا داریم که همچی قاریا، همچی نونال ها، همچی اولادا زیاد باید تشویق شه، اینا الگو در سطح افغانستان که چی بلکه در سطح دنیا هستند، اینا برای ما افتخارن، اینا تقویت کنندی دین اسلام هن. ما به اینا افتخار میکنیم، همیده که ما خانواده از اینا افتخار میکنیم. بیشتر از این کشور ما باید بزی افتخار کنه، چون سربلندی بیشتر برای کشور مانه، افتخار برای کشور مانه. متاسفانه هیچ نظر کشور ما، رئیس جمهور ما، دولت ما هیچ نگاهی به این
به حساب قاریان نمیندازن، توجهی ندارن. یک دستاورد خوردی نیه، دستاورد اندکی باشه که امروز جناب قاری صاحب به این سن و سال همچی مقامهای کسب کرده. خیلی عادی رسانه های قدرتار نماده که ازی پرسان کنه که تو چی دستاوردی رو داوردی در این کشور. این کار ساده نیه، بین ولایت یا بین یک شهر نبوده، بین کشورها بوده که در سطح افغانستان مقام اول گرفته و در سطح در عربستان سعودی بین 55 کشور مقام ممتازی گرفته. واقعا ما تاسف میخوریم، واقعا ما تاسف میخوریم. درخواست ما از تمام مسئولین اینه که همچین نوناله ها که دستاورد های خوبی میگیرن باید اینا تشویق شن، اینا الگوان به تمام جامعه، به تمام دنیا اینا الگوان. ما افتخار میکنین اینا الگوین که امروز تمام پدرها مادرها اولادا دیگه توجه به زید داشته باشن و ایر ببینن زمانی که این تشویق شد از طریق دولت ما طریق رسانه ها تشویق شد ای به تبلیغات بگذارن ببینن مردم جامعه ببینن فرزندان اینا ببینن تشویق میشن اینا به حفظ قرآن به تجوید قرآن به تفسیر قرآن به علم دین تشویق میشن علاقه پیدا میکنن میفهمن که واقعا دولت جامعه طرفدار دین طرفدار قاریانه. اما متاسفانه ما واقعا تاسف میخوریم که هیچ کس اینا تشویق نمیکنه، بالاخره از اینا قدردانی نمیکنه. خب مردم هم متوجه به این نمیشن که ما همچین نوناله هایی داریم. اگر این تشویق شه بر رسانه پخش این نونحال تمام خانواده ها که دیدن کنن هم افتخار میکنن هم اولادها بیشتر تشویق میشن بزی پدرها و مادرها واقعا خوشحال میشن که اگر ما به اولادها خود زحمت بکشیم همچی دستاوردها اینا میارن واقعا اینا در آینده به این کشور به این جامعه یک چیزی میشن یک دستاورده میشن. واقعا ما به این تاسف میخوریم که امروز دولت ما هیچ نگاهی به این لحاظ نمیکنه. اگر مثلا یک ورزشکار باشه ورزشکار هم ما احترام داریم و یک ورزش بهترین چیزیه یا مثلا یک دستاورد دیگه کس میکنه چقدر رسانه ها او تشویق میکنن و جایزه میدن. متاسفانه ای خود دین مبین اسلام هم ما و شما اسلامیم الحمدلله، چی از رئیس جمهور از تمام کابینا هم ما و شما اسلامیم، کشور ما اسلامیه. بیشتر باید اینا توجه به این قاریا داشته باشن، اینا تشویق کنن، از اینا مصاحبه داشته باشن، اینا رو پخش کنن، تبلیغات کنن که تمام خانواده اولادا خور بمی حالت انشاءالله و رحمان تشویق کنن و بمی مقام برسونن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أخونزاد هستم بچمه قاری صاحب محمد عیسی جان. ما خیلی خوشحالیم که واقعا همیتا بچه کودک سال نونحال واقعا از خانواده مامام اینا که بتوانستم مقام اول را کسب کنم خیلی به ما افتخار است. خیلی خوشحالیم، خیلی آرزومندیم که بتوانیم دیگر ما خانواده از خانواده های خود خوب کودکان دیگری را هم بتوانیم به این عرصه تشویق داشته باشیم و تشویق کنیم که تا نه تنها عرصه قرائت یا تجوید بالخصوص به عرصه دین، به عرصه حدیث، به عرصه تفسیر بتوانند که در یک جامعه نیاز به قاری هم است، نیاز به یک عالم دین هم بخونه است. ما خیلی خوشحال هستیم که از تمام خانواده های ولایت هرات متقاضا میکنند که تا بتوانند فرزندان خود را برسای قرائت، برسای دین تشویق نمایم، کتابت وانم به جامعه اسلامی یک خدمتی داشته باشم و خدمتی بکنم. حالا که غری صاحب قرآن شریف را هم حفظ کرد، مسابقات هم شرکت کرد و دستاورد داشت، ما از خیلی خوشحالیم. تصمیم آینده از آرزو ما اینه که یک عالم خوبی بشه،
که مستر خدمت به جامعه خوب باشه. یک خواهش ما دارم از علما، یک گلی هم دارم از اینکه به هر رشته، به هر عرصه که هسته، یا فوتبال یا موسیقی که اینا هسته، اگر کسی یک دستاورد داره یا یک مقامی از خارج می آید، تمام رسانه ها اصلا بسته کشور به صدا در می آید. یک بزی عرصه دین که هسته، یک چندین غیری به می طول 3 سال 4 سال میشه که اینا میارم از خارج، خوب مقاما بلند میارم، دستاوردا خوبی دارم. علمای عزیز هیچ کدوم حتی یک مصاحبه خود اینا ندارم، یک دیدن ندارم، هیچی تشویق ندارم. روز تا به شما به رسانه ها داد میزنم که موسیقی به تلویزیون ها زیاد پخش میشه و کارهای موسیقی پخش میشه و خلاصه شکایات زیادی دارم. منتها وقت در عرصه دین اگر یک دستاورد می آید یا یک طفل یا یک نوجوان، هیچی تشویق و استقبال نمیشه. من خواهش این خواهش ما از علمای عزیز اینه که متوجه به می حساب باشم. ما تمام خانواده از تلویزیون اصلاح، از برنامه دینی شما واقعا تشکری میکنیم که شما همی زحمت کشیدیم که امروز این نو نهال ما برسانه ها انشاءالله و رحمان بمی از طریق تلویزیون اصلاح پخش میکنیم که تمام مردم جامعه ما دیدن کنن، ببینن که همچی نو نهال داریم، واقعا میتونن اولادا ما بمی مقام برسن اگر زحمت بکشیم. واقعا جای تشکری داره از شما. دیگه ما میخواییم که تمام رسانه مثل می تلویزیون اصلاح همچی زحمت بکشن دنبال همیت نونال ها، همیت قاری صاحبا، دنبال دین بگردن، به مردم برسانن، به گوش مردم، به دین مردم نشون بدن. ما افتخار میکنیم برای شما و برای تمام دستندکاران تلویزیون اصلاح. واقعا از شما تشکر میکنیم. خیر ببینیم، خداوند شما رو مزاخرت بده که همچین نونال ها برسانه ها نشون میدین که دگران تشویق شن و امشالله اولادا خور به همی مقام و درجه برسانن. لا اله الا الله محمد رسول الله علی صلاة الله عليه صلاة الله هدينا ما يديما زندكنا الدلو جان فرياد زان مسلمان لا إله إلا الله هدينا ما يديمان زندكنا دلو جان فرياد زان مسلمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله فيا من عيسى أدام الطموسى محمد مصطفى لا إله إلا الله فيا من عيسى أدام القمصى محمد مصطفى لا إله إلا الله به نظر من تنها حفظ قرآن کریم کافی نیست، بلکه به پلو حفظ قرآن کریم ترجمه و تفسیر و به خصوص عمل کردن به قرآن کریم لازم است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزلي وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا صدق الله العظيم.